الحمد لله الذي خلق الخليقة وأعملها وردها بنور الهداية عن الغباية ونهارها. أحمده حمد من احتسن من النعم ثبالها واكتسى سربالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله والجاهلية تشرع ضلالها، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكثر جدالها ويضيق مجالها ويدعو رجالها حتى عرفت حلالها وحرامها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما خالفت الجنوب في الهبوب شمالها وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى انسانیت را برای عبادت آفرید، چه خیلی که در سوره زاریات گفت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسانیت و جنها را فقط برای عبادت آفریدم. ما اريد منهم من رزق، از آنها من رزق طلب نمی کنم. و ما اريد ان يطعمون، از آنها طلب نمی کنم که مرا طعام دهند. اگرچه الله تعالی برای عبادت ما را آفریده است، لیکن باز در دیگر جای قرآن کریم می گوید ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیب خود را فراموش نکن. یعنی وقتی که انسان به دنیا آمد، خداوند را آفرید برای عبادت آفرید، لیکن عبادت معنای آن را ندارد که این عبادت فقط نماز است و روزه است و حج است و عبادت در داخل مسجد است، بلکه عبادت معنای وسیع دارد که چه خیلی که در مجموع فتاوا آمده است، عبادت هر یک کار خیری که خدا دوست می‌دارد و راضی می‌شود عبادت است. بنابراین فقه اسلامی به دو نوع تقسیم می شود، فقه عبادات و فقه معاملات. فقه عبادات این عبارت از طهارت، نماز، روزه، زکات، حج، اینها فقه عبادات است، این درباره عبادت ها سخن می کنند. دومین قسم فقه اسلامی فقه معاملات است. فقه معاملات معامله انسان با انسان ها هست، مثلا نکاح این عبادات نیست، معاملات هست، در این بین دو عائله می شود. طلاق این عبادات نیست، بین دو نفر می شود، زن و شوهر. یا مثلا نفقات، نفقه کی بر ذمه کی هست، نفقه فرزند بر ذمه کیست، نفقه همسر بر ذمه کیست، نفقه پدر و مادر بر ذمه کیست، این نفقات است. یا احکام گوییم خرید و فروش که وسیع‌ترین مبحث و کتاب معاملات در فقه اسلامی کتاب بیوع است، کتاب خرید و فروش. خیلی انواع زیاد خرید و فروش در این کتاب ذکر می شود. یا خود قسم خوردن، احکام نظر کردن، یا خود احکام قضا و نزد قاضی رفتن، خصومت و شکایت، نافهمانی ها، جنگ و جدال، این معاملات است بین انسان ها می شود. لیکن همه این اگر مقصد راضیگی پروردگار باشد، مقصد بنده راز به راضیگی پروردگار نائل شدن باشد، خدا اینو مقدم به عبادت میگه. وقتی که بنده خواب میکنم میگه مقصد از این خواب کردن قوت گرفتن برای عبادت کردن پروردگار، در بنده اگر خواب نرود
نمیتواند دیگر عبادت پروردگار ایجاب حاجتی بنده و خواب زیاد است. بنابراین خدا منت کرد و جعلنا نومکم سباتا، خواب شما را خدا و برای شما راحت گرداند. مثلا اگر خواب نرود نمیتواند نماز بنده خود، نمیتواند نماز شب خود. بنابراین خوردن اگر نخورد نمیتواند زندگی کند، نمیتواند دیگر عبادت کند. بنابراین این چیزها اگر چه معاملات هست، اگر با نیت قوت گرفته از این تعام خورده باز به عبادت پروردگار اجرا بکنم، گفت الله تعالی به هر لقمه‌ای که میخورد اجر ثواب میدهد. علاوه بر خصوص اگر به اجر تعام بسم الله گوید، بعد تعام دعای حمدی تعام را گوید، همه این عبادت است. وقتی که خواب میرود موافق سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، چه خیلی که خواب میکردن، کدام دعاها را میکردن، با نیت قوت گرفته خسته به عبادت پروردگار، به این هم ثواب میکرد. همزمان وقتی که سحری خسته برای کسب و محنت خودش میرود، برای تجارت خودش میرود، این هم برای خواب روی خود را نگاه داشتن، از گدایی پرسیدن، از مردم برای خود نگاه داشتن باشد، تأمین کردن خود و تأمین کردن اهل آیله خود باریز که حلال باشد، این هم عبادت است. اگر چه این معاملات است، لیکن ثواب میگیرند برای این. بنابراین نفهمیم که شریعت فقط عبادت است و از دنیا روی گردانید است. خدا گفت در قرآن ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیبت را فراموش نکن. یعنی باید انسان در دنیا به قدر ضرورت یا به قدر چه خیلی که در جمعه هایی که در باره فضیلت تجارت سخن کرده بودیم، گفته بودیم که کدام نمود تجارت یا کسب کردن مال فرض است و کدام نمودش مستحب است و کدام نمودش نادرست است و حرام است، بیان کردیم. کتاب خرید و فروش از جمله بابهای معاملات است و وسیع‌ترین کتاب در فقه اسلامی در مسئله معاملات خرید و فروش است. اگر در عبادات وزنی‌تری مسئله حج باشد، در مسئله های معاملات از همه وزنی‌تری مسئله ها و مشکل‌تری کتاب خرید و فروش است. بنابراین علمای گذشته ما اگر علمی کسی را سنجش کردنی شوند، امتحان کردنی شوند، یا یک طلبه خود را اگر امتحان کردنی شوند که آیا صاحب علم شده است یا نه، از کتاب خرید و فروش ثواب بدهند. اگر کسی در علمی خرید و فروش در کتاب بیور احکام او را ضبط کرده باشد، تمام آیت های قرآنی که در این مسئله آمده است، حدیث های جناب پیغمبر را اسناد کرده باشد و درست فهمیده باشد، برای او شهادت میدادند که او عالم است. بنابراین مشکل است، یعنی نازک است مسئله های خرید و فروش. برای چه؟ برای زیاد است انواع خرید و فروش، خیلی و خیلی زیاد است. امروز برای شما یک مختصر، یک باب از بابهای خرید و فروش که بیم در زیر یکی از بابهای و کتابهای بزرگ خرید و فروش جای گرفته است، در باره آن صحبت می‌کنیم که باب مضاربه است. مضاربه خودش قسمی از قسمهای باب مشارکه است. مشارکه این در یک تجارت یا در یک فعالیت مهنتی، خواه تجارت است، خواه زراعت، خواه صناعت، شریک بودن، شریکی غالبا زیاده از دو نفر میشه، کمش دو نفر لیکن زیاده از دو نفر میشه. و مشارکه یعنی باب شریکی غالبا هم مهنت و هم مبلغ گذاری شریکی میشه، که باب مشارکه که وسیع هست دو. شاید ان شاء الله اگر الله تعالی نصیب کرده باشد آینده در این موضوع صحبت میکنیم. لیکن یکی از نمود خرید و فروش در زیر باب مشارکه، این باب مضاربه است، در باره این ان شاء الله صحبت میکنیم. مضاربه از کلمه ضربه یا ضربو ضربان گرفته شده است، اصلی کلمه به معنی زدن است. برای چی در لغت عرب خدا این نمود تجارت را مضاربه نامید؟ برای آنکه آنها
با همین لفظ تلفظ میکردند و اگر برای تجارت به سفر برآمده شوند ضرب فی التجاره در یا ضرب فی الارض تجارت در روی زمین زد. چه خیلی که ما با هم میگویم بیزنس زد میگویم، کلمه زدن ما استفاده میبریم، میگویم که بیزنس زنی میبریم، همین کلمه زدن است مزاربه. برای خدا بود که و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، بعضی بندگان خدا در روی زمین سفری تجارتی دارند، تجارت میزنند، در روی زمین سوداگری میزنند. گفتند الله تعالی همراهی بعضی عبادت های بزرگ تجارت در روی زمین، مسافری برای تجارت ذکر کرد. و از همین اعتبار یا که از اعتبار اینکه بعد اینکه مضاربه که معنایش از طرف دو نفر میشد، از طرف یکی مبلغ گذاری، از طرف دیگری مهنت، سپس فایده بین آنها تقسیم میشود، میگفتند که والربح بیننا نضرب کل واحد منا نضرب بسهم، هر یکی ما فایده شو میزنند، یعنی فایده شو میگیرند. از همین کلمه گرفته شد، این معنای لغویش است. اما در اصطلاح شریعت، در ترمین شریعت اسلامی و فقه اسلامی مضاربه از طرف دو کس می شود، یا که از طرف زیاده از دو کس. این بسیارتر در تجارت می شود. مضاربه این است که یک کس مبلغ گذار است، دیگر کس مهنتکش است، سوداگر است، یا اینکه دهقان است. چقدر که در باب مساقات ما در جمعه های پیشین صحبت کردیم که یک انسان صاحب زمین است لیکن وقت ندارد که به زمین خود رفته مهنت کند، یک کس اجاره میگیرد، مساقات آب زمین میمانه، خدمت به زمین میکنه، آن حاصله که بشود بین ما مثلا 50%. این هم مضاربه است. این بیشتر در تجارت میشود، بیشتر در تجارت میشود یا صناعت میشود. یعنی انسان مبلغ گذار است، دیگر انسان متخصص است، مهنت کننده است، تجارت کننده است، عمل کننده است. شخص اول، شخص مبلغ گذار در شریعت اسلام مضارب نامیده می شود. در ترمین شده شخصی مهنت کش و عمل کننده مضارب، یعنی آن شخصی که با اون پول تجارت را می سازد. این نمود تجارت از روی شریعت اسلام حلال است، زیرا الله تعالی تعریف کرد و آخرون یضربون فی الارض، بعضی بندگان خدا در روی زمین تجارت میکنند، گفت بعضی مفسرین کرام گفتند مضاربه میکنند. و خداوند در قرآن کریم گفت که فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی که نماز جمعه به آخر رسید شما در روی زمین پراکنده شوید و از رزق پروردگار طلب کنید. وقتی که از رزق پروردگار طلب کنید گفت، یعنی مشغولیت به جمع کردن مال شوید گفت، بعد نماز جمعه عالم ها میگن که مقصد مضاربه کنید، چون که مضاربه هم از جمله خرید و فروش ها هست. و در سوره حق بقره در باره حج وقتی که الله تعالی سخن کرد برای حاجی خطاب کرد که ولا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر شما سفر حج کنید در سفر حج یکم تجارت کنید یکم باکی نیست، یکم گناهی نیست. این نص قرآن کریم است. اگر شما حج روید و تجارت کنید یکم چیز از اینجا برید یا از اون چیز جای اون چی خریده باید همه اون جا چیز خریده میبین همه اون جا خرید میکنم، این تجارت هست. میدونم خواب برای فروش بیارم، خواب برای هدیه، این تجارت از خرید و فروش است. خدا که شما خرید و فروش کنید یکم باکی ندارد، فقط که خرید و فروش خدا من فضل الله و فضل خدا، از رزق خدا، از داد خدا، اگر شما طلب کنید و تجارت کنید یکم گناه نیست به خدا. بعضی مفسرین کرام میگن که این آیه قرآن کریم از همه بسیارترین آیت قرآن کریمی هست که عالم ها از این دلیل گرفتن که مضاربه جایز است. مضاربه تجارت نمود تجارت است که خدا برای او اجازت داده است. تجارت انواعش زیاد است. خدا در قرآن کریم گفت که احل الله البيع وحرم الربا، خدا برای شما خرید و فروش را حلال کرده است. خرید و فروش زیاد است.
همه این نمودی خرید و فروش ها حلال است غیر که حرام چیز و حرام ریبا خداوند ریبا را در اینجا ذکر کرد. ریبا برای شما حرام است. ریبا این زیادتی گرفتن در زمانهای جاهلیت محترم جماعت وقتی که یک شخص درمانده به نزد شخص سرمانده آمده مبلغ قرضی طلب کند مثلا برای من 100 دینار قرض دیگر میداد به مدتی معین مثلا به یک ماه به یک سال 100 دینار را میداد خالصا لله یک برای آدمی گری برای انصاف بود. لیکن عرب ها که یک عادت های خوبی هم داشتن که بعد خلاف نبودن دروغچی نبودن فریبگر نبودن وقتی که روزی وعدگاه می آمد و پول نداشت می آمد نمی گوید تلفناشو نمی کش می آمد نزد صاحبی مبلغ می آمد و بگوید که من نتوانستم این روز مبلغ سپرم لیکن غب و تعجب زید و تعجب بگوید که مهلت دراز کن و مبلغ اضافه کن. من این روز صد دینار را دادن نتونستم ماه آینده همین روز به صد دینار را میدیم و سیخصی بود در دینار کنه میدیم. خودی صاحبی که صاحب قرض طلب میکنه از صاحب مبلغ که من این روز به وعده وفا کردن نتونستم یک ماه دیگه مهلت دیو منش نرخ زیاد کنه. آنها در اولی قرض دادن به ریبا قرض نمیدادن دیگه خدا همین حرام کرد. امروز در زمان ما ریبا چونین است که از یکمی روز اول میگذارد ریبای خود اضافه می خوده که به صد دالیم هم فلان قدر می دهید فلان فایز می دهید همین اولا تالا حرام کرده یعنی حق الله ریبا و یعنی صدقات الله تعالا برکر از ریبا می بردارد یعنی حق دور می کنند و یعنی صدقات صدقه ها را می سبزند گفته در قرآن کریم خلاص این نمود تجارت حرام است ریبا یکی خرید و فروش که همه اون حلال است بیا برید در کتاب های فقه وقتی که یکمی جمله می خونید و الاصل فیه الحل و الاصل فی البیوع الحل گفته سر میکنه ابو حنیفه اصلا خرید و فروش حلال است یعنی شریعت اسلام اومده سوال نمیدید که فروختن کارتاشک آیا اجازت است فروختن پیاز اجازت است فروختن سیب اجازت است فروختن سمن اجازت است فروختن چوب اجازت است فروختن ماشی اجازت است شطور اجازت است گفته نمیپرسید فقط چی میگوید کدام نمودی چیزا حرام است میگوید پنج هشت نفر چیزهای ذکر میکنند که پایده های عمومی زیر همون چیزهای بعضی چیزها میدارند فروختن هر چیزی که مست میکند انسان حرام است فروختن هیکل و بت و صنم حرام است فروختن خود مرده حرام است فروختن خون حرام است همین چهار چیز حرام است مثلا یا همین چیز رو بیدار آمدگی چیزها یا اینکه ریبا حرام است خدا گیر چیلی خدا در قرآن کم هر چیز حرام است اکثریت چیز حلال است از جمله آن چیزها مزاربه خرید و فروش از یک کس مبلغ از دیگر کس مینند که پیغمبر خدا علیه السلام مزاربه کرد حتی پیش از آمدن دین مقدس اسلام مردم با مزاربه سر و کار داشتند حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با حضرت خدیجه مادر ما تجارتی مزاربه کرد پیغمبر اون پیغمبر نبودن جوانی تقریبا 23-24 ساله بودن خدیجه رضی الله عنها بایترین زنهای اهل مکه بود حتی بایم بایترین مرد بایترین شخص بایم هم میشود که برام که بایها از حیبت خدیجه میترسیدن خدیجه رضی الله عنها وقتی که پیغمبر خدا که در بین مکه محمد امین گفته شوهر یافته بودن محمدی امون ابن نگهدار زیرا در مزاربه خیانت زیاد میشه و شخص مزاربه کننده باید امون ابن نگهدار باشه بنابراین پیغمبر خدا که با امانت شوهر یافته بودن خدیجه یک خدمتگار بوده فرستاد نزد پیغمبر خدا گفت محمد آیا همراهی من تجارت میکنم به سوی شام نسوی دیمیش سوریه بریزن و از مکه بار برن فروشن حاصله که می شود فایده که می شود بین من و بین محمد تقسیم است و از آن از شام بار می بیارد و مکه می فروشن هر حاصله که شد بین من و بین محمد فایده می شود پیغمبر خدا اینه قبول می کنم مبلغ از خدیجه مهنت و تجارت از جانب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که به سفر می برایم عادتا دیگر نمودی دیگر شخصیت هایی که
فایده می آورد از دید پیغمبرمون خیلی فایده های زیاد جمع کرد. و وقتی که از شوم باز بار خریدند و آمده به مکه فروختند، فایده زیاد ما پیغمبر خدا فقط همون وعده که یکی در اصل خدیجه دارون آن مقدار گرفتند، باقی مانده مبلغ تنی ما و اضافه فایده که شد آورده بکی به حضرت خدیجه سپاریدند. وقتی که به امانت نگهداری پیغمبر حضرت خدیجه تعجب کرد، در حال نماینده های خدا فرستاد که گو پیغمبر خدا منو به زنی گرفت. وقتی که پیغمبر با امتهاش مصلحت کردن، اما زمان مصلحت دادن که گرد که بهترین زنک از واقعا در روی دنیا موافقی قولسه بهترین زن این حضرت خدیجه دادی الله عنه هست. اینه بینیم پیغمبر خدا پیش از آمدن دین اسلام به این تجارت مشغول بودن، تجارت مزاربه را پیغمبر خدا قبول کرد. همزمان در زمان جاهلیت مردم با این نمودی خرید و فروش سر و کار داشتن. دین اسلام آمده این نمود خرید و فروش رو اقرار کرد، فقط بعضی احکامش رو تحریف کرد، بعضی چیزهایی که نادرست بود و انکار کرد و حقیقت شریعت را بیان کرد. لیکن غالبا صورت مضاربه زمان جاهلیت و صورت مضاربه زمان اسلام تقریبا به همدیگر نزدیک بود و از سنت پیغمبر خدا دیگر دلیل ها این است که حضرت عمر در زمان پیغمبر، حضرت عباس عمه پیغمبر خدا با مردم مضاربه میکرد، مبلغ گذار بودن. حضرت عباس مبلغ گذار بودن و شخصی محنت کننده و تجارت کننده شرط میگذاشتن، میگفتن که به شرطه که من به اون نمود تجارت با تو مبلغ گذاری میکنم که تجارتم به واسطه بحر نباشد، زیرا در آن زمان ها کشتی ها کوچک بود، با اندک طوفان او چپه میشود و خسارت میشود. زیرا از روی تجارت و از روی قول صحیح در حالت مضاربه ضرر بر مبلغ گذار است، نه 50-50 نادرست است، این اصلا ظلم است. این بسیار آدم ها همین یعنی اصول پدی کار میکنن، این نادرست است. قول صحیح این است که اگر اینم شرط شروع دارد، اگر در حالتی که تنازل کنم شخصی مهنتکش باید که اگر در حالتی خدا ما کرده ضرر دیدم، من در ضرر شریک هستم، گفت این حقی او هست. لیکن اگر این نمودی شرط نمارا نبسته باشد و در نزد قاضی شرمم، قاضی همیش یعنی خسران یعنی کساد تجارت رو بر زمه صاحبی ما رو میکنند، مبلغ گذار میکنند. بنابراین حضرت عباس میگفتند که من پولم رو میدهم و اون شرطه که با مبلغی من تجارت نمیکنه که با واسطه بحر باشد، یا میگفتند با چیزی تر تجارت نمیکنه. این درست است، با چیزی تر تجارت کردم یا با واسطه بحر تجارت زدم درست است، لیکن فقط عباس از جهتی آن که چند مراتبه ضرر دیده بودم میترسیدم که همین هم در همین نمود تجارت ها مبلغ خدا نمیگذاشتن که از خوف کساد او از خوف ضرر دیدن در تجارت. این شرطنامه عباس به پیغمبر خدا میرسید، پیغمبر خدا اقرار میکرد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار میکرد. اقرار پیغمبر سنت پیغمبر است. از طرف جمع وقتی که پیغمبر دیدن دانستن شنیدن که عمه کشان مبلغ گذار است، دیگر کس بهنم کش از فایده بین آنها تقسیم است، کاردار که نشدن، این دلالت به جایز بودن این میکنه، زیرا اگر حرام میشد پیغمبر خدا بیان میکرد. و همزمان در زمانه خلافتی حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عمر که پادشاه تمام مسلمانان روی دنیا بودن، دو پسرهاشون عبدالله ابن عمر و عبیدالله ابن عمر سفری به سوی ایران داشتن. وقتی که سفری داشتن، والی شهر ایران، امیر شهر ایران، ابو موسی اشعری به این دو نفر گفت که من برای شما یکم فایده، یکم نیکی کرده نمیتوانم، مگر این چند نفر شترها، 10-20 نفر شطوری بیت المال است، شطور مال دولت است، اینه برید به حضرت عمر سپاره، 10 نفر یا 20 شطور اینه گیره، 20-30 شطور گیره
برده به حضرت عمر سپاره، لیکن یک فایده من همین است که شما اینکه تجارت کنه در روی زمین، تا رفتم به عربستان، تا به مکه مدینه رفتم تجارت کنه و فایده ای که حاصل میشه بین شما و بین بیت المال. مثلا 50 سال شده که اگر اینها تجارت کنند و پس مدینه را هر حاصلی که شد، فایده ای که شد بین هر دوی اینها و بین بیت المال تقسیم کرده میشه. همین خیلی مصلحت دادم صحابی پیغمبر است. اگر از پیغمبر یکم علم نمیداشت در این اصل چنین فتوا نمیداد. سپس عبدالله ابن عمر و عبیدالله ابن عمر شترها را گرفتند و تجارت کنند به مدینه آمدند. تا به مدینه آمدند چقدر فایده کردند. هر بازار میدان آمدند میفروختند و با قیمتها و با ارزانتر میخریدند و دیگر را میفروختند. همین خیلی آمدند که چقدر فایده کردند. سپس آمده به پدرشان حضرت عمر گفتند که این گفتند 30 سال یا 50 سال همون شطوری که ابو موسی داد امانتی، این تنی مال است، رسول مال است، اما این مال ها این فایده است، اینه تقسیم میکنیم، نیمش به مال است یعنی به پول دولت است، نیمش پول ما است، ما برای اون که محنت کشیدیم. حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عمر چی گفتم؟ شما به این مال داد برای اونکه شما پسری امیر مومنا هستید، برای همین داد یا برای همه مسلمان ها میخواد یاردم کرد؟ مثلا نه فقط برای ما بود، همه این مالی که حاصل شد فایده به بیت المال است، فایده شما نیست. این شاید هم برای اونکه پسری من هستید، حرمت من، یا اینکه برای مثلا نیکی کردن یا اینکه رازگی امیر یافتن به این کار کرده است، نادرست است، همش به بیت المال گذارید. عبدالله ابن عمر خیلی شرمگین بودم، صاحب عیل بودم، احترام این حضرت عمر هم پادشاه است، هم از همه عالمترین امت است در آن زمان، هم خداترس است، هم پدر است، عالم است، استاد است، حرمت کردن سخن نگفتن عبدالله ابن عمر. اما عبدالله ابن عمر که تاجر بودن، یه امیر المومنین بودن، یه پدر المومن ها، یه امیر المومن های پدر ما بودن. اگر رفتم و همین تجارت هم ضرر میکرده، کی ضرر میداد؟ من میدادم، اونو که پدرش بود. ضرر هم آدمه که شما از کسی خودتان میداده باشه، خب پس فایده برای کی هست؟ مثلا که خب سخنی عبیدالله ابن عمر درست است، خیلی فایده هم برای این هست. مادامه که الغرم و بین غرم میدر شاید فایده هست. ضرر هم اون شخص برداشت میکنند که فایده هم اون شخص میگیرند. حتی در کتاب های میراث شریعت اسلام به بعض انسان ها میراث تقسیم کرد و به بعض انسان ها میراث تقسیم نکرد. شاید همون شخصیت هایی که شریعت برای آنها میراث نداد میگویند که برای چی شریعت برای ما میراث نداد، لیکن دیگر چیز شریعت رعایه کرد. وقتی که به سر این صاحبی همون شخصی که گذشت، اگر به سرش در دنیا یکون مصیبت آید، قرضدار شود، خداوند و اون شخصیت هایی که آینده میراث اینه میخورن و قدر میراث کنشان، خداوند برای اونها امر کرد در حالتی وزنینی اینه دستگیری کنن. همش موافق شریعت است، همش الله تعالی با عقل و با علم و حکمت خودش دیده برای اونها است. بنابراین وقتی که حضرت عمر ناراضی شدن، بعضی صحابه های فریاد کردن که بیاید بین ما حکم کنید. سر صحابه ها آمده بودن که این تجارتی که اینها کرده است درست است، این مضاربه است و فایده ای که حاصل شد 50% اون را به عبدالله ابن عمر و عبیدالله ابن عمر تقسیم کرده شود، 50% باندگی به بیت المال و مال دولت گذرانیده شود. و عمر سوال تصدیق کرد، این دلیل است برای اون که پیغمبر خدا گفتن که اقتدوا بهذین الشیخین من بعد، بعد حیات من، بعد وفات من، به این دو موی سفید حضرت ابوبکر و حضرت عمر اقتدا کنید. در دیگر حدیث گفتن که علیکم بسنتی سنت الخلفای راشدین، شما سنت من را عمل کنید و سنت خلفای راشدین، آن 4 نفر ابوبکر و عمر و عثمان و علی اطاعت کنید. این سخن عمر است و غیر از این یک چند صحابه های پیغمبر خدا با این نمود تجارت سر و کار داشتند. و حکمت نیز این را تقاضا می کند محترم جوان، حکمت نیز این را تقاضا می کند، زیرا یعنی این دلیل عقلی هست، دلیل از قرآن آوردیم، دلیل از سنت پیغمبر آوردیم، اما اجماع باشد، تمام عالم های اسلام اجماع کردن و جایز بودنی
عقد مزارده این نمود تجارت عالم ها اجازه دادن. حتی ابن المنذر در کتاب اجماع خود اجماع علماء اسلام را نقل کرد که همه عالم ها اجازه دادن برای خرید و فروشی چی؟ مزارده این نمود احکام و قیاس هم گیریم درست هست. این قیاس به مساقات و قیاس دام یعنی چه خیلی گفتیم در زراعت صاحب زمین یک کس است لیکن میگنم کش و عبدی هم بیده و دخون دیگر کس است حاصله که میشد بین آنها تقسیم میشد. این که جایز است با حدیث های بخاری مسلم ثابت شده است این قیاس هم به این حدیث ها که بعض علما قیاس کردن درست است و دلیل عقلی گریم پنجمین نمودی دلیل دلیل از قرآن میشد صفت از سنت پیغمبر میشه دلیل حجت وقتی که یک سخن میگوید و اثبات کنید که حق است اولش سخن خدا صفت سخن پیغمبر خدا صفت اجماع صحابه های و اجماع علماء و همه عالم ها یعنی دهانت باشه که این جایز است و دلیل میشه سنت قیاس قیاس یک چیزی شریعت را یک چیز را به یک چیزی به مانند خود مثل خود قیاس کرده و حکم آن علت آن مانند کرده حکم برآورده است و پنجمین دلیل دلیل عقلی است. دلیل عقلی این است که یک انسان صاحب مال است برادر عزیز پول دارد ثروت دارد لیکن تخصص ندارد ماهر نیست در تجارت تجارت نمیدونم سفر نمیدوند زبان خطایی نمیدوند مثلا نمیتواند سفر کند نمیتواند کدام نمودی چیز بیارد و خبرت ندارد لیکن مال دارد میگوید مال من گیر از من مال از تو مهنت فایده که حاصل میشد بین ما علم من شرطا بنابر شرطی که کردم شرط است که 50% گاه ها میشود که آدم حامل میگوید که 30% برای تو این مبلغ بخواد 70% برای من یا اینکه میگو 10% برای تو 90% برای یا که میگو 50% برای تو 50% برای من شرط مانه چخیلی که شرط مانه به شرط آنها شریعت اجازه داده است چقدر شرط مانه علم من شرط چطوری که شرط مانه یا بعضی انسان ها مال دارد خبرت هم دارد لیکن وقت ندارد از جهت مشغول شدنش به طلبی یا از جهت زیاد بودن تجارتش دیگر مبلغاش جمع یعنی شریعت نمیموند که مبلغ خنوک ایستند برای اون که مبلغ وقتی که به سبزیدن می ایستند هر سال که زکات می برود مبلغ کم می شد نابرای در یک حدیث آمده است که پیغمبر خدا دو یتیم بچه مالش امر کردن که مال این دو یتیم بچه به تجارت اندازید که حتی لا تأکل و زکات زکات بخورده ادا نکند مثلا دو کودک از پدرش یتیم مان از پدرش مبلغی کلام مان لیکن هر سال زکاتی به یکی میبرارن زکاتی به میبرارن ما کم میشن و آب آخر میرسن برای مال به آخر نرسیدن پیغمبر خدا گفتن که مال این تجارت زکات تجارت بزن زیاد شود و از زیادتیش با زکاتش برورید و این هم فایده برای شخصی مهنتکش از بعضی انسان ها صاحبی خبرت هست صاحبی یعنی عقل هست صاحبی تخصص هست بتواند کار کند لیکن مبلغ ندارد هم مصلحت این حاصل می شود هم مصلحت شخصی مبلغ گذار حاصل می شود هم فایده مجتمع می شود و جمعیت چیزهای نو می شود چند کس صاحبی کار می شود زندگی چقدر انسان ها اپشتی برای همه تجارت میشه بنابرای از روی عقل هم بریم درست است و این رهایی یافتن از ربا است در ربا محترم جماعت فقط شخصی مبلغ گذار یکم مناطق ضرر نمیبینه خواه شما ضرر دیدید خواه شما ضرر ندیدید باید مبلغ طلب کنید اما در ضاربه آن فایده ای که میشه بین شما هست ضرری که می شود برای مبلغ گذار است ضرر برای مبلغ گذار است و ضرری شخص عمل کننده است که ممکن یک سال مهنت کرد و در آخر ضرر دید در همین یک سال عمرش بیرون رفته که ضرری این است ضرری مبلغ گذار مالش کم می شود اما 50% تقسیم این یعنی ظلم در حقی عمل کننده می شود زیرا که وی هم یک سال مهنت کرد مهنتش، عمرش، وقتش صرف شد دیگه اگر رفت و راضی شود که 50% ضرر بر ذمه من است و اجازه هست اگر راضی شود زیرا از حق خودش تنازل کنم لیکن
اگر رفت و شخصی تجارت کننده محترم جماعه شخصی تجارت کننده عین از شخصی تجارت کننده گذارد، مال را مثلا با راه‌های خطرناک آورد، عین از خودش گذارد، در این حالت زمان بر ذمه محنت کش است، 100% ضرر می‌کند. در عین این شد مثلا مالش را به یک بیابان گذاشت، به ایوان پاسپورت و به ایوان جای محکم کننده، این در این صورت عین از طرف محنت کش گذاشت، 100% زمان بر ذمه این است. اما حضرت عباس میگفتن که اگر رفت و با بحر تجارت کنی، با در بحر تجارت کنی، یعنی با واسطه بحر، با واسطه کشتی بار بیاری و بارها غرق شود، همش بر ذمه تو میگفتم در شرط، در شرط مزاربه محترم جماعت، مبلغ گذاری از طرف شخص، محنت کردن از طرف دیگر کسی با شرطی که کردم، به شرط نادرست است. اگر یک انسان بود که به شخصی مبلغ گذار بود که مبلغ گذاره یک تجارت هست، همون تجارتی اجرا میکنیم، فایده یکی شد یک خلاصه ها میآیم، باید نادرست است و مزاربه نیست، عقلی نادرست است، زیرا عاقبتش نامعلوم است. خلاصه ها میآیم، خلاصه ها نمیآیم، اگر ضرر شود خلاصه ها نمیآیم، اگر فایده زیاد شود، یک میلیون فایده شود، دیگر جمع جدا میشه. بنابراین شریعت بگوید که اول شرط ماند چند فایده فایده تقسیم، یا اینکه بگوید که من 100,000 میدهی یک تجارت میکنم، هر ماه مثلا 1,000 سومونی میدهم یا 20,000 سومون میدهم، بگوید نادرست است، نادرست است. قاعده مضاربه این است که از تو شخصی مبلغ گذار مثلا 100,000 سومون، از من تجارت فایده ای که حاصل می شود بین ما 50%، یا اینکه 30 برمون 70 بر، یا 70 برمون 30 بر، یا 40-60 تقسیم می کنیم، اینکه شرط می کنیم پیچه بعد تجارت می کنیم. حقیقت در این نمود تجارت یعنی مقصد های شریعت است، شریعت اسلام می خواهد به این واسطه مردم، آن انسانی که صاحب خبرت است، صاحب تجارت است، صاحب علم است، صاحب کسب است، کسبی ویم از بین نرود، آن شخصی که صاحب مبلغ است، مبلغی ویم در یک جمعه استدو سبزیش کنید و از آن دیگر از آن بهره برم، توی زکات برآورده می شود، با دیگر خیرها می شود، زندگی دیگر مردم از پسی می شود. بنابراین شریعت اسلام این نمودی تجارت را اجازت داد و این رهایی از ربا است، این رهایی راه نجات از ربا است، از گناه است. وقتی که الله سبحانه و تعالی در باره ربا یک روی قرآن کریم سخن کرد و ما شما را خیلی تعذیر کنانید و گفت که کسی که و من یفعل و کسی که بعد اینکه موعظه را شنید، سخن خدا را شنید، سخن پیغمبر را شنید و از ربا خوری باز نیستند، با همراهی الله تعالی و با همراهی پیغمبر الله تعالی برای جنگ آماده باشد. این ربا به نهایت گناه کبیره است، ظلم است، گناه کبیره است. این نمود تجارت ها رهایی از ربا است، یعنی مضاربه احکام زیاد دارد. محترم جماعت، وقتی که انسان اینه میخواند روز از روز، ساعت به ساعت محبت به پروردگار عالم، محبت به این شریعت اسلام پیدا میکند که چگونه شریعت اسلام فقط فایده به شریعت خاص است. هر یک امری که خدا میکند در آن امر الله تعالی برای بشریت نیکی را میخواد، هم فایده های انسانی شخصی، هم فایده های اجتماعی. وقتی که خدا یک نمود تجارت یا یک نمود عمل حرام گردانید، در آن ضرر است برای خود همون شخص و برای خود جمعیت ضرر است. همه این احکام شریعت بر فایده ما شما است محترم جماعت. بنابراین بسیار بهترین عبادت، بهترین عمل در این دنیا مشغول شدن با تعلیم گرفتن این شریعت است. حضرت امام شافعی میگفتند که قسم به نام خدا که من میخواهم که تمام مردم آن چیزی که من میدانم، من همون دامم، یعنی من برای مردم نیکی را میخواهم، همین نعمتی که خدا برای من داده است، گفتند من میخواهم که همه مردم همین نعمت بهره بر باشند، زیرا که رزت هایی که طلب علم دارد یکان دیگه چیز ندارد. حضرت ابن عباس هم میگفتم همین قرآن کریم، مفسر قرآن که بودم، هر چیزی که من در باره قرآن کریم میدونم میخواهم که تمام مردمم دامد و تمام مردمم لذت برد. بنابراین ما باید با این
شریعت اسلام با احکام های شریعت رو بینیم فقط عبادت نیست، عبادت است، معاملات است، برای ما اسلوب درست زندگی، اسلوب نمود کسب کردن، تجارت کردن، نمود سبزانیدن مال و شریعت اجایب همه آن چیزهایی که در تجارت سبب کساد تجارت شده است، سبب ضرر دیدن در تجارت است، همه آن شریعت بیان کرده است که با کدام را که حقیقت وقت زیاد میگیرد مختصر در باره مدارگه سخن کردیم. الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول و مقبول گرداند، علم شریعت را برای ما و شما با همراهی عمل کردن با آن نصیب روزی گرداند. خطایی گناه هایی که از ما صادر شد الله تعالی عفو می نماید. در پایان ریبا وقتی که خدا در باره ریبا سخن کرد الله تعالی گفت که و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، ای مردم شما بترسید از آن روزی که در آن روز به نزد پروردگار بازگشت، از آن روزی که از این دنیا به آخرت رهبر میکنید از آن روز بترسید. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، سپس هر یک کس جزایش و مکافاتش مکمل داده میشود و آنها ظلم کرده نمیشود. بنابراین مقصدی الله تعالی بعدی درباره خرید و فروش سخن کرد، درباره خرید و فروش حلال گردانید، ریبا را حلال گردانید گفته سخن کرد، در پایانش گفت که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، شما ترسید از آن روزی که در آن روز به سوی خدا میروید از آن روز ترسید. زیرا برای چی؟ برای آن که بنده وقتی که روزی قیامت از جای خود میخیزد قدمی نگذاشته پرسیده میشه از عمرش، از علمش و از مالش، من این اکتسبه و فی من انفقه، از کجا کسب کرد و به کجا نفقه کرد، از مالش پرسیده میشه، از یک تینی رو پرسیده میشه بنده از کجا جمع کرد، سپس به کجاها صرف کردی، مالی که من برای تو دادم به کجاها صرف کردی گفته میپرسن. بنابراین خدا گفت که واتقوا یوما، بعد اینکه در مورد خرید و فروش گفت زد ترسید از آن روزی که در نزد خدا برمیگردید. بنابراین در زمانهای قدیم سوداگرها یکم قدمی نمیگذاشتن به پیش، یکم قدمی به کفا نمیگذاشتن مگر اول از اهل علم میپرسیدن همین نمودی تجارت طلا و نقره دارم چی کار کنم، نمود تجارت پولی دارم، یعنی در زمانه ما مبلغ عوض کن وجود خیلی یعنی خطرناک است، فروختن طلا و نقره خیلی خرید و فروش خطرناک است، بنابراین که احتمال ریبا است، احتمال یعنی گویم به اصطلاح روز پرسنت است، یعنی بسیار موضوعها دارم، همه این را باید شخص سوداگر موافق شریعت اسلام تعلیم گرفته اقلا در ساحه خود آن را تعلیم گرفته بعد باید در آن تجارت بیند. الله سبحانه و تعالی دین و دنیا آخرت ما شما را آباد گرداند، چه مراد و مقاصد خیری که داشته باشیم الله برآورده خیر گرداند، در این دنیا مسلمان از اسلام، از این دنیا با خاتمه اینه مسلمان وفات کردن که آخری کلمه ما لا اله الا الله محمد رسول الله باشد و شخصان صالح و پیرو الله تعالی پیوست شدن نصیب روزی گرداند، از فتنه قبر، از فتنه جهنم، از فتنه مسیح دجال، از فتنه دنیا الله تعالی در پناهش نگاه دارد، الله سبحانه و تعالی به سرزمینی و خیرات و برکات نصیب روزی گرداند و تمام بلای آفات از سرزمینی با بالا گرداند و صلی الله تعالی و نبی محمد و علی و صحبه اجمعین برحمتک یا رب العالمین.